در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قول. بینندگان عزیز، با سلامی متواضعان خدمت تک تک شما، برنامه دیگر از نگاهی به درون رو آغاز میکنم و در ابتدای برنامه، میدونم دوستان روی خطوط هستند، اما در ابتدای برنامه باید دو عزیزی که مکرر تلفن میزنن و پیام میگذارن یه توضیح مختصر خدمتشون بدم. اول خانومی که از سوئد تلفن میزنند و میگن راجع به فرزندشون گفتگو کردند با من و مطلب فقط گفتند و مایل هستند که بیشتر از من بشنوند. من تعجب میکنم، چون من خدمت ایشون اشاره کردم که کاری که با فرزندشون باید بکنند این هست که بپذیرند استقلال او رو، تصمیم او رو در مورد زندگی خودش، به خصوص بپذیرند که او هم مسئولیت زندگی خودش و تصمیم گیری های خودش رو بر عهده داشته باشه و هم از این چسبندگی عصبی و غیر مفید و مؤثر با مادر خودش رو رها کنه. امروز راجع به 4 مطلب بسیار مهم که ربط پیدا میکنه به رشد سلامت روانی ما انسان‌ها یا کودک انسان اشاره میکنم. شما دقت کنید، شاید توضیح بیشتری باشه به سوال شما. دیگری آقایی هستن از ایران که نمیدونم چرا دوست دارن از من به عنوان لغتنامه یا دیکشنری روانشناسی استفاده کنن. مکرر تلفن میزنن و میگن فرنودی تو فرق اول احساس و تفکر و ادراک و وهم و خیال و هذیان رو، اینها رو اول توضیح بده، بعد فرقاشون رو با هم بگو. عزیز نازنین، شما یک واژه‌نامه روانشناسی هست، تک تک اینها رو اونجا توضیح داده، بخونید و تفاوتاش رو ببینید. من خیلی ساده اگر بخوام بگم، احساس اون چیزیه که فیلینگیه یا اون حسیه که ما در رابطه با چیزی یا با کسی از طریق 5 حسی که داریم تجربه میکنیم. ادراک مرحله جلو رفته تر از اون، احساس حس خامه، ادراک مرحله جلو رفته تر از اونه که ما آنچه که حس میکنیم به بخشی که احساسات قبلی ما درش ذخیره شده و بایگانیست میره و به ما درکی از اون موقعیت میده، یعنی بار عاطفی پیدا میکنه. تفکر چیزیست که ما اولا در بخش مغز پیشانی صورت میگیره و چیزی ذهن ما رو برمیانگیزه. ما تا در اطراف آنچه که برانگیخته شده اطلاعات جمع آوری کنیم، این اطلاعات رو تجزیه و تحلیل کنیم و بر اساس اون به یه فکری برسیم. وهم و خیال چیزی هست که ذهن ما رو فرا میگیره بدون اینکه ضرورتی داشته باشه که در اون لحظه محرک خارجی حضور داشته باشه. یعنی ما از آنچه که در ذهنمون هست میتوانیم خیالی بیافرینیم و در عالم خیال اجزاء آن فکر رو که محرک بیرونی نداره حاضر کنیم و بر اساس اون حسی رو تجربه کنیم. هذیان و وهم یا دیلوژن و هذیان یا هالوسینیشن
میتوانه نشانهای بیمارگون باشه. شما همه اینا رو برو ببین، همه خطوط من روشنه و من دارم به کاری که شما باید یه کتاب رو باز کنی جواب میدم. چیزی که میخواستم در مورد رشد سلامت کودک انسان مطرح کنم که از محتوای کلاسی هست که من الان در دست تدریس دارم و چهارشنبه شبها تشکیل میشه، 4 موضوع مهم روانشناسی به سلامت روان انسان و کودک انسان ربط مستقیم پیدا میکنه. اول اتچمنت یا شیوه دلبستگی و دلبندی که گفتیم 3 نوعه: دلبستگی امن، دلبستگی اضطرابی یا هرج و مرجی، گاه هست گاه نیست، و دلبستگی از نوع اوویدنس یا گریز و بیمیلی. موضوع دوم سپریشن یا جدائی، که این جدائی ها به چه شکل صورت میگیره که از 6 ماهگی برای کودک انسان در جدائی از مادر اتفاق میفته. موضوع مهم دیگر اینتگریشن، یا اینکه بخش های مختلف وجود یک کودک که تجربیات متفاوت پیدا میکنه چگونه با هم انسجام پیدا میکنه، چگونه با هم وحدت و یکپارچگی پیدا میکنه و به او هویت میبخشه. موضوع چهارم اینه که قدرت یا ضعف، که از پدیده های طبیعی رشد و دوران کودکیه، قدرت یا ضعف برای کودک چگونه موضوعش حل میشه. بنابراین ما چگونه دلبستگی پیدا میکنیم، چگونه جدائی رو میپذیریم، چگونه بخشهای وجود خودمون رو یکی میکنیم، یک پارچه میکنیم، و تکلیفمون با قدرت یا ضعف چگونه تعیین میشه، پایه شخصیتی ما انسانها رو میریزه. من مایلم برگردم به یکی دو تحقیق اشاره کنم، ولی بذارید اول به این سوالات دوستان جواب بدیم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام آقا، بفرمایید. حال شما خوبه؟ من بسیار خوبه. حالا یه سوال خدمتتون داشتم، شما این دستبندی که به دستتون می‌بندین آرامش بخشه که من تهیه کنم یا نه؟ من نمیدونم که برای شما آرامش بخش خواهد بود یا نه، ولی که چیز داریم به عنوان مثلا دستبند آرامش بخش، مثلا انگشتر آرامش بخش؟ نه نه نه، آرامش باید تو قلب شما احساس بشه به دستبند انگشتر. این دستبندی که من به دستم میبندم که توسط یکی از دانشجویان جنبش مدنی ایران به من داده شده، برام بسیار ارزشمنده، چون به این ترتیب خودم رو متعلق میدونم به جنبشی که خواهان آزادی های مدنی در سرزمین ماست و جنبشیه که به این حکومت و عمل کرده اون نمیگوید. بنابراین برای من این مسئله آرامش بخش. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم فرنودی، خسته نباشید. ممنون آقا، بفرمایید. من متشکرم از این برنامه که با شما اجرا میکنید و این اطلاعات در مورد زندگی و روانشناسی به ما میدی، متشکرم. خواهش میکنم آقا، بفرمایید. فقط من یه سوالی داشتم در مورد این که ما چون تو خونمون یه پیرزن هست، یعنی سنش هم خیلی زیاده، یعنی خیلی فرتوت شده، پیر شده و عینکای خیلی تاثیرکانی استفاده میکنه. وقتی از پشت اون عینکا، مثلا عینکش که پایین به بالا نگاه میکنه، ما خیلی وحشت میکنیم. من وقتی شما هم نگاه میکنم عینکتون جلوی از بالا عینک نگاه میکنه، خیلی وحشت میکنم. لطفاً جلوی نگاه نکنید، خیلی ما میترسیم. اشکالی نداره، شما برو ترست رو درمان کن، چون ترس های ما اگر درمان نشه از یک موضوع به یک موضوع دیگه میره، میپیونده. شما اگر ترستو درمان کنی، یعنی ببینی که چی میشه که این عینک که یه شیشه است و به من کمک میکنه که مطالب رو بهتر بخونم، اگر این عینک شما رو میترسونه، شما باید یه فردی باشی که
مضطربی، یه فردی باشی که خاطرات مشوشی از گذشته در ذهن شما هست و باید بری اونو درمان کنی، چون این عینک شما رو نترسونه، چیزهای دیگه این کار رو با شما میکنه. اوکی؟ بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. زمنن بدونید که ما دیگه الان این پرسشگران هدفمند رو که عصبانی هستند از پاره ای از گفته های ما به خوبی میشناسیم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید، با شما هستم آقا. بفرمایید. سلام خانم. بفرمایید آقا، با شما هستم. الو. بفرمایید قربون. وقت شما بخیر. متشکرم آقا. سوال داشتم خانم دکتر. بفرمایید. خواهش می‌کنم. این یک چند وقتی هست که شب و از خواب میپرم ناجور. یعنی خواب بد می‌بینید؟ نه، بعضی از وقتا اصلا همیشه میپرم خود به خود، اون خواب ندیده. خب از کجا؟ از مراجعه کردم، یه دارو بهم دادن. آها. این داروها رو هم استفاده کردم، افاقه نکرد. یعنی الان خب. همون حالت دارم. اجازه بدید من چند تا سوال کنم از شما. شما تنها مشکلی که داشتید این بود که شب از خواب میپریدید و دکتر رفتید و دکتر به شما یه سری دارو داده، درسته؟ بله. این داروهاتون دکتر به چه دلیل داد؟ دکتر گفت شما افسرده اید، دکتر گفت شما اضطرابتون بالاست، دکتر گفت شما اختلال خواب دارید. به چه دلیلی دکتر این داروها رو به شما داد؟ چون براش توضیح دادم که در طول روز کارم چیه، گفت اینا رو بخوری آروم میشی، راحت‌تر میتونی بخوابی. در صورتی که خوردم بازم افاقه نکرد. خب من اگر جای شما باشم یه کاری میکنم. همین مسئله که این قرصا کمکی نکرد رو پیش دکتر برمیگردم و از دکتر به دکتر توضیح میدم و از دکتر توضیح میخوام که تشخیص شما رو من چه بوده و آیا تنها راه درمان من همین قرص هاست یا کارهای دیگری من میبایست بکنم. من میدونم که یکی از چیزهایی که به انسانها کمک میکنه برای بدخوابی و بیخوابی اینه که اولا ساعات دیر شب از چای و چیزهایی که محرک اعصاب استفاده نکنید. دوم این که اگر میتونید در روز ورزش کنید که این ورزش بتواند به خواب شبانه شما کمک کنه. نکته دیگر این هست که روغن لوندر اویل یا روغن استقدوس که خیلی هم خوشبو هست، شب قبل از خواب، 5 دقیقه قبل از خواب چند بار از این روغن تنفس عمیق کنید، به شما کمک میکنه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر. سلام خانم، بفرمایید. خیلی متشکرم. من راجع به دختر 5 سالم یه سوالی دارم. من معمولا سوالات کودکان رو پاسخ نمیدم، ولی شما بفرمایید، اگر چیزی به عقلم میرسید که خیلی عمومی بود میگم، فقط کوتاه بفرمایید. متشکرم. یه دختر 5 ساله دارم، بسیار باهوش و نرماله، یعنی هر کی از بیرون میبینه همیشه به من میگن خیلی، یعنی دختر سالم و خوبیه. اما الان مدتیه که 1-2 ماهیه که خیلی مضطربه و اضطراب و من توی این بچه میبینم. هیچ حادثه ای؟ کارگردن شروع کرده ولی مدرسه براش جدید نیست، یعنی از 3 سالگی پریسکول میرفته و عادت داره. خب هیچ چیز جدیدی تو زندگی شما اتفاق افتاده، مثل تولد بچه دیگه، مثل جابجایی، مثل عوض کردن اتاقش یا جدا کردنش؟ بله، اتاقش عوض شده. بله، خیلی خوب. این مسائل گاهی رو بچه ها اثر میذاره. از کارهایی که میتونید بکنید اینه که مادامی که به اتاقش هنوز اجاست نشده یا هنوز با اتاقش سازگاری کامل پیدا نکرده و عادت نکرده، شبا تو اتاقش برید
و براش کتاب بخونید یا براش قصه بگید تا خوابش ببره. و بعد هم از به اصطلاح از این که یه موقعی شب بلند شه و بیاد تو جای شما، فعلا ناراحت نشید و اذیتش هم نکنید، چون که او خود به خود به تدریج عادت میکنه. اما هر باری که میاد تو اتاق شما نیمه شب، مجدداً او رو برگردونید تو تختش و چند دقیقه کنارش بمونید. بفرمایید. سلام خانم فرودی. بفرمایید آقا. حالا خانم فرنده با استراب چیکار کنیم خانم فرنده؟ بله، اجازه بدید اگر سوالتون اینه من بهتون یه ذره پاسخ بدم. اوکی؟ بشنوید من از تلویزیون. ببینید، اضطراب یکی از ناراحتی‌های بسیار رایج در جهان امروز ماست، جهانی که ما نسبت به حوادث آینده اون خیلی کمتر از انسان 100 سال پیش کنترل داریم، و انسانی که با اطلاعات بسیار زیادی در واقع روبرو هستیم، با اطلاعات زیادی در مسیر اطلاعات زیادی قرار میگیریم. اضطراب یا ریشه ارثی داره که حوادث زندگی فعالش کرده، یا به طور کلی از شرایطی که ما توش قرار گرفتیم این اضطراب حاصل شده. بسیاری از مواقع اضطراب رفیق و همراه و شریک وسواس و افسردگی یا هر دوی اینهاست. بهترین شیوه روبرویی با اضطراب که مثلث درمانی اضطراب اسمش هست اینه که من این مثلث ها رو معمولا به ترتیبی میگم که از علاج های کم هزینه و کم پیامد شروع میشه تا علاج های یه خورده پیچیده تر و هزینه مندتر. مثلث درمانی اضطراب ضلع اولش که شما به راحتی میتونید شروع کنید ورزشه. ورزشو اگر روزی یک ساعت ورزش کنید، بسیاری از اضطرابا به این ترتیب کنترل میشه. ضلع دومش هست گفتگو با کسی و پی بردن به ریشه این اضطراب که همون روان درمانیه. ضلع سوم این به اصطلاح درمان اضطراب ما میگیم رژیم، دارو و تغییر در مدل زندگی. رژیم یعنی داروهایی که رژیم یعنی داروهایی که اضطراب رو کنترل میکنن، به خصوص SSRI که هم افسردگی رو کنترل میکنن هم اضطراب، و هم در بسیاری از موارد به درمان وسواس کمک میکنن، باید از پزشک بگیرید. نخوردن چیزهایی مثل مشروب و قهوه و چای زیاد به شما کمک میکنه که اضطراب خودتون رو تحریک نکنین. خوردن چیزهای دیگه مثل چای بابونه، مثل چای استقدوس یا لوندر یا ماست یا دوغ غلیظ بدون نمک، از چیزایی که ثمر بخشی خودشو در آرامش به اصطلاح نشون داده. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. با تشکر از برنامه‌های خیلی خوبتون خانم فرنودی. مرسی. من سعی میکنم تا اونجایی که برام امکانش هست همیشه از برنامه‌های بسیار آموزنده شما استفاده کنم. ممنون. و وقتی هم از دستش میدم دلم واقعا میسوزه و چقدر متاسف و متاثر میشم وقتی که هموطنهای عزیزم زنگ میزنن و اینقدر بچگونه برخورد میکنن، و چقدر خوشحال میشم شما اینقدر متین و خانم برخورد میکنید. البته ما به جز این از شما هم انتظاری نداریم. نه خوب دیگه آخه، این فقط باعث تاسف من به عنوان یه هموطنه که هموطنها اینقدر درک ندارن که بفهمن از این وسیله عمومی استفاده کنن و حداقل بتونن مشکلات زیادی رو که ماها داریم، حداقل یکی از مشکلاتمون رو برطرف کنن. ولی اجازه بدید که من یه چیزی بگم، شاید شما رو یه کمی آروم کنه. حقیقتا اینا هموطنان ما به اون معنی که جزئی از ما هستند نیستند. اینها افرادی هستند که
به دلایل سیاسی و به دلایل عناد با پاره‌ای از اجرا کنندگان برنامه‌ها که موضع مشخصی بر علیه این حکومت و عملکرد این حکومت در نقض حقوق بشر دارن، اینها من تصورم اینه و دوستانی که این تلفن‌ها رو تعقیب می‌کنن، دنبال می‌کنن، چون اینا اکثرا با از ایران زنگ می‌زنن، با کارت‌های زنگ می‌زنن که به هر حال یه اقداماتی اینجا صورت گرفته که این کارت‌ها رو شناسایی می‌کنن که این کارت‌ها به صورت کلی خریداری میشه، یه کارهایی دارن میکنن که شناسایی کنند. اینها افراد هموطن من و شما نیستند، اینها فارسی زبانانی هستند که یا از جهل یا از نیاز و طمع خودشون رو به سیستمی فروختند که هدفمند به پاره ای از ایرانیان حمله میکنه. من با شما کاملا موافقم، ولی خب واقعا متاثر کننده است و بیچاره افراد کشور ما که باید اونجا زندگی بکنن و افراد امثال این افراد خیلی زیادن و واقعا آدم متاثر و متاسف میشه. بله. حالا از این فرصت هم استفاده بکنم اگر اجازه بفرمایید یکی از مشکلات خودم رو عنوان بکنم. حتما خانم بفرمایید. خواهش میکنم. خانم دکتر، من با شوهرم زیاد سفر میرم و وقتی که سفر میریم از پرواز با هواپیما هیچ استراب و نگرانی ندارم، ولی هر وقت که با بچه هامون میخواییم بریم، وقتی میگم بچه ها، بچه های ما بزرگن، بزرگ سالن، ولی در این حال خب وقتی خانوادگی حرکت میخواییم بکنیم، یک سفر به اصطلاح چندین ساعته توی هواپیما داشته باشیم، اون منو همیشه نگران میکنه از اینکه اگر هواپیما سقوط کنه، به خصوص بعد از اون 11 سپتامبر بیشتر من نگرانیم بیشتر میشه وقتی که جمعاً میخواییم سفر بریم. اگر لطف کنید بگید من چیکار کنم که بعد این خب اجازه بدید غلبه کنم، ممنون میشم، چون من از به جای میدونم که در سفر با بچه ها به همون همگی خانوادگی خوش میگذره، ولی اون استراب از قبلش که به من دست میده که ممکنه هواپیما سقوط کنه و دلم میسوزه که این اتفاق بیفته برای بچه هام، چون میگم هنوز اول راه زندگی هم، این منو نگران میکنه. بله، اجازه بدید من اول از شما این سوال کنم. شما وقتی با بچه ها تو هواپیما مینشینید، یه افکاری تو ذهنتون میاد که اضطراب پیامد اون افکاره. شما میتونید این افکارتون رو الان برای من دونه دونه شناسایی کنید؟ من از قبل اون افکار میاد به ذهنم که؟ یعنی قبل از اینکه بخوام سوارشم، یعنی الان من یه سفر در 2 ماه آینده خواهم داشت و این سفر حدودا 12-13 ساعت ما توی هواپیما هستیم. این به من استراب در من به وجود میاد که اگر هواپیما سقوط کنه، خب دیگه آدم انواع و اقسام چیزای مختلف رو که هواپیما چجونه، حالا همون میگم 11 سپتامبر یکی از اون نمونه های بارزش هستش. دلم میسوزه، خب دیگه نمیتونم شرح بدم که خیلی خوب. نه شما دلم نمیخواد که اوکی. بچه هام نه اجازه بده. شما گفتید اولین فکری که سرتون میاد اینه که اگر این هواپیما سقوط کنه، بچه های شما از بین میرن و این موضوع شما رو مضطرب می‌کنه. دیگه چه فکر منفی به سرتون میاد؟ یعنی حتی مجسم میکنید اون صحنه سقوط هواپیما؟ نه مجسم نمیکنم، فقط یعنی سعی میکنم به خودم نهیب بدم، بگم تکنولوژی اونقدر پیشرفت کرده، خب این هم روزانه همه سفر میکنن دیگه. ولی خب گاهی وقتا دارم میگه خب حالا گیریم که بد شانسی آوردیم، قرعه به اسم ما افتاد. ولی شما فکر میکنم، میگم خب یه لحظه است دیگه تمام میشه. ولی در این حال این استراب شادی رو از من میگیره. درست. یعنی من الان باید با شادی به فکر این باشم که 2 ماه دیگه سفر دارم، ولی کم یکمک این مثل یه ترمز جلوی اون شادی منو میگیره. خوشحالم که میخواییم بریم همگی با هم سفر، ولی کم اونقدر خوشحال نیستم که اگر میخواستیم توی ماشین بودیم به مراتب راحت تر بودم. اگر سفر زمینی بود استرابی نداشتم.
عزیزترین هم. عزیزترین کسی که شما تو عمرت از دست دادی کی بوده؟ من خوشبختانه تمام افراد خانواده‌ام عمر طبیعی خودشون رو داشتن. خب طبیعتاً پدرم از دست دادم، ولی زمانی بود که پدر من عمر طبیعی 82 سالی خودش رو کرده بود. اوکی. یه سوال دیگه من اینه که آیا شما از وقتی هم که بچه‌ها کوچیک بودن همیشه وحشت از دست دادن اونا رو داشتین؟ ما به دلیل اینکه شوهرم از ما به دلیل مشکلات سیاسی ما دور از هم زندگی میکردیم، ما در ایران بودیم و ایشون در یکی از کشورهای اروپایی بود، ما نتونستیم با هم، یعنی همیشه این فاصله بین ما بود تا حدود 15 سال، شاید این بتونی عامل باشه. خب بچه ها به من خیلی نزدیک بودن به دلیل اینکه آره دیگه. اوکی. خیلی خوب، بذارید که من به شما حالا علتش رو با هم گفتگوشو اینجا نمیتونیم بکنیم، اما بذارید من به شما بگم یه مبحثی است در روانشناسی، لغت انت A-N-T که همون مورچرم اونطوری مینویسن، انت مورچم اینطوری نوشته میشه، هست مخفف اتوماتیک نگاتیو تات، افکار منفی اتومات که بدون اراده ما به ذهن ما هجوم میارن. این مورچه هایی که به ذهن ما هجوم میارن و در ما حالی بد به وجود میارن، یکی از این مورچه ها مورچه خبیثیه که مورچه پیشگوه و این مورچه پیشگو هنرش اینه که فقط از حوادث بد و وحشتناک آینده خبر میده، منتها در واقعیت این مثل همه پیشگوها، همه فالگیرا، از 100,000 پیشگویی که میکنه یکیشم ممکنه درست در نیاد، اما این خبیث دست از این کارش بر نمیداره. خب بله. اون مورچه‌ای که تو ذهن شما میاد پیشگویی میکنه حالا که الان بریم بالا، هواپیما بریم بالا، به خصوص که از این که بالای آسمون این کشور میخوایم رد شیم، به خصوص که تو اون کشور میگن فعالیت‌های تروریستی بالاست، بعد اینا میتونن که الان یهو تو هواپیما 2-3 نفر بلند شن، یهو به ماها بگن سرتونو ببریم پایین و ما یهو این کارو کنیم، هواپیما اینطوری بشه، اینطوری این میگه قصه هایی تو ذهن شما و اگر بهش میدان بدید مثل یک فیلم سینمایی یه سناریو برای شما خلق میکنه، منتها این مورچه پیشگو مثل فیلم های دراکولا که سی رو میگرفتن جلوش، دراکولا وحشت میکرد عقب میرفت، یک چیز وقتی جلوش میگیری این مورچه پیشگو صداشو میبنده، به اصطلاح خفه میشه و نطقش کور میشه، تو ذهن شما خاموش میشه و اون اینه که شما در ذهنت یک گوینده دیگری داشته باشی و اون گوینده دیگر به این مورچه پیشگو بگه که من میدونم که تو هدفت اینه که حال منو بگیری و نمیذارم. برای اینکه این کارو بکنه باید یه تابلوی ایست، درست مثل ایستی که سر چهارراه ها هست، جلوی این مورچه بگیره، جلوی این کسی که این پیشگویی های منفی رو میکنه بگیره و اون وقت اون سرشو میندازه پایین و نطقش کور میشه. شما اگر این کار رو با خودت تمرین کنی، یعنی به محض اینکه این میاد اولین کلامو بگه تو مغز شما بگی شش استاپ، ولی چون ذهن بدون فکر نمیتونه بمونه، صحنه رو برگردونی و یک فکر خوب یا یک گوینده قصه های شیرین رو بهش فرصت بدی که اون قصه شو بگه. این کار رو ذهن شما قادر بکنه و به این ترتیب گاهی اوقات لازمه
که ما برای اینکه زورمون به این مورچه سمج پیشگو که همه حرفاشم اکثر مواقع 99% موارد چرته و اتفاق نمیفته، برای اینکه ما زورمون به این بچربه، گاهی احتیاج داره از یه ترکیبات به اصطلاح ضد اضطراب، حتی بنزودیازپین ها، مثل یه دوزج خیلی کمی از والیوم یا زنکس از دکتر خانوادگیتون بگیرید. 45 دقیقه قبل از اینکه اصلا میرید به فرودگاه این رو بخورید و نیم ساعت که از پرواز گذشت، 2 ساعت که از پرواز گذشت، اون وقت دیگه این مورچه میدونه که باید به اصطلاح ساکت بشه و دیگه حرفی نزنه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. مرسی، بفرمایید. قربونتون. خانم دکتر، بعضی افراد هستن که از زمان که خودشون شناختن، مثلا از 5 سال به بعد، خیلی کم حرف هستن، ساکت هستن، مخصوصا تو جمع. ولی همین افراد حاضر هستن یک ساعت تلفنی صحبت میکنن و خوب حرف میزنن. خب اما دلیلش چی هست و چی دیگه باید با اینا اینجوری بله. رفتار کرد که آیا عوض میشن نمیشن یا ذاتیه یا اختیار؟ بله بله، به طور کلی افرادی که خجالتی هستند و الان ریشه های پیش زمینه های ارثی برای خجالتی بودن، غیر از اون تراماهای دوران کودکی که یه بچه‌ای رو شوق بیان رو درش کشتند، اون هیچی، ولی به طور کلی زمینه های ارثی هم وجود داره برای خجالتی بودن. افراد خجالتی در حضور افراد دیگه نطق و بیانشون کورتر هست تا از طریق به اصطلاح چت روم تو کامپیوتر یا از طریق تلفن. این فرق میکنه. علتش هم اینه که در اون صورتی که دارن تلفنی صحبت میکنن، واکنش های طرف مقابل رو نمیبینن و اینها چون بسیار حساسن به واکنش های طرف مقابل که آیا حرفشون شیرینه برای اون، آیا اخمش تو همه، آیا روشو کرد اونور، اصلا داره گوش میده یا نمیده. این عواملی که میتونه فکر اونها رو مشغول کنه اونجا حضور نداره، در نتیجه حرف میزنن. به عبارت دیگه برای اینا کنکشن، ارتباط حضوری و جسمی اضطرابشون رو بالا میبره و شوق بیانشون رو کمتر میکنه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم فرنودی. سلام آقا، بفرمایید. متشکرم. خانم فرنودی، یه مشکل روحی روانی برام اتفاق افتاده، البته این مدت قبل بوده، الان شدت پیدا کرده. بفرمایید قربون. من جدیداً یه مقدار دچار توهم شدم و گاهی اوقات این توهمات به قدری افزایش پیدا میکنه که یه حالتی میشه که من بیشتر مواقع همه چیز رو به رنگ سبز میبینم و خیلی برام وحشتناکه. این اتفاق میفته که کاملا دیدم و از دست میدم. رنگ سبز که باید وحشتناک نباشه، لذیذ باشه. خب چون یعنی سبزی زیاد بشه، چون سبزی اولا نشونه حیاته، جهان سبزه. فراش باد سبا را گفت تا فرش زمردین بکستراند. بنابراین سبز نشانه حیات. دوم، جنبش های سبز در جهان جنبش های انسان گرایانه آزادی خواه هستند که طرفدار حفظ زمین، حفظ کره زمین و ضد جنگ و طرفدار معیارهای بشری و انسانی هستند. دیگر این که اجازه بده بهت جواب میدم الان. نکته دیگر این که رنگ سبز امروز بر سرزمین ما رنگ نگفتن به حکومت مطلقه، ولی فقیه و اعوان انصارش، کسانی که
حق ملت ایران رو بدون اجازه مردم ایران به جنبش‌های تاریک و سیاه و ارتجاعی می‌بخشه. بنابراین برای اجازه بده عزیزم، اجازه بده قربون، اجازه بده، من به شما دارم جواب میدم، منتها استفاده کردم، استفاده کردم از این فرصت، استفاده کردم از این فرصت برای شنونده های دیگه. اجازه بدید قربون، اجازه بدید. و اما اینکه شما گرفتار توهم بینایی باشید، بهش میگن ویژوال دلوژن، توهم بینایی باشید یا ویژوال هالوسینیشن، یعنی یه چیزی رو ببینید. دو تا کار رو بکنید، یکی این که اولا با چشم پزشکتون ملاقات بکنید، چون گاهی اوقات اختلالاتی که در رتنه چشم به وجود میاد موجب هجوم نور سبز و آبی به چشم میشه که باید فوراً متخصص چشم پزشک شما ببینه و تشخیص بده که باید چه بکنن، جراحی یا غیره. نکته دیگر این هست که نه، عضو چشم شما ثابت سالمه و شما یک تصویری رو میبینید که وجود خارجی نداره. اون وقت من به شما توصیه میکنم با یک روان پزشک گفتگو کنید. روان پزشک آزمایش های لازم رو بکنه و ببینه که آیا شما انواع دیگر توهم رو مثل توهمات شنوایی دارید یا نه، که اگر اونطور باشه باید داروهای ضد جنون یا انتای سایکاتیک مدیکیشن به شما داده بشه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر. بفرمایید آقا. خانم دکتر اصلا خود خودم از طرف مدنی هستم، هر دیگه آدم تحصیل دوستش دارم، اصلا میخوام برم که باید خدمت شما برسم، چون ما همه یه سرزان می کنم هر دو روز خدا شفاتون بده. هر چقدر بیشتر حرف میزنین معلوم میشه که دردتون چیه. بفرمایید قربون، بفرمایید، بفرمایید. سلام خانم. سلام آقا، بفرمایید. ارادت دارم خانم، وقتون بخیر، خسته نباشید. ممنون آقا، بفرمایید. خانم دکتر، من خاطر مبارک باشه تقریبا یک ماه پیش بود باهاتون تماس گرفتم، اجازه من صدای تلویزیون کم کنم اول بیتن. حتما این کار رو بکنم. تماس گرفتم باز میخوام راجع به بحث ازدواج اگه خاطرتون باشه صحبت کردیم. بله. و متاسفانه نمیدونم چجور شد که بحث یه جاهایی کشید که اصلا شاید نه منظور من بود، شاید شایدم منظور شما این نبود، که بحث نظام جمهوری اسلامی کشید این حرفو که مثلا خودم اینا رو اصلا قبول ندارم به هیچ عنوان، چون معتقدم بحث دینی یه بحثیه، بحث سیاسی بحث دیگه است. البته درست اینه، باید تحقیق با هم دیگه باشم، اصلا اعتقاد به این ندارم که بحث رو با هم قاطی کنید. حالا بحث روانشناسیتون رو بکنید قربون. بله، حرفم همین بود که من مجدد مزاحم شدم. من عذرخواهیم میکنم بابت اون روز، اگه خاطر مبارک باشه چون من صحبت میکردم تصویر ما پارازیت داشت، من متوجه نشدم که شما میخواستید صحبت کنید. یعنی وقتی من از تلفن صحبت میکنم با شما، شما وقتی میای تو بحث من صدای شما رو ندارم، فقط صدای خودم رو داشتم، که اگر یه موقع فرصت نشد که شما صحبت کنید من عذرخواهیم اول بکنم. بفهم. که برنامه اونجوری شد که یه موقع حمله بر بی ادبی نشه که من ازش شما صحبت کنم، خواستم این عذرخواهیم کرده باشه. بفرمایید. از اینکه به این مسئله که رسیدم، اگه خاطرتون باشه شما فرمودید که بله تمام ادیان اشاره کردن که مهمترین مبحث در تمام ادیانی که مطرح شده بحث اخلاق هست و نه چیز دیگه‌ای. من اگه خاطرتون باشه عرض کردم خدمتتون که ما صحبتی که کردیم و نتیجه‌ای که گرفتیم و با این روالی که الان مدام تو جامعه می‌بینن و با این مسائلی که الان پیش اومده، من اینکه خانما اومدن تا یه حدودی جا آقایون گرفتن تو مسائل و فکر می‌کنن اینجوری می‌خوان جبران مافات بکنن، یا به هر ترتیب فکر می‌کنن کمبود چیزی که بیان تو محیط کار. من خانم دکتر با این مطلب مخالفم. من میگم زن در تو خونه باشه، مرد بعد بیرون کار بکنه. وظیفه زن تو خونه آرامش دادن به مرد، وظیفه مردم تامین مخارج زندگیه.
اینو یه چیز منطقی و معقول میدونم. درست دین بر این تاکید کرده و و روانشناسا و اینایی که تو بحث‌های اجتماعی هم صحبت میکنن زن رو بهترین گزینه برای تربیت یک فرزند میدونن که این بعداً به وقت قانون جامعه وقتی میخواد وارد بشه بهترین گزینه همین مادر و جنس زن هست که میتونه با اون الطاف روحی و اون لطافتی که داره میتونه یه بچه رو تربیت بکنه. خب واقعا از عهده یک مرد ساقط این مطلب. شما خودمون تو فامیل خودمون داشتم که حالا یه خانوش متأسفانه فوت کرده یا به ترتیب جدا شدن، هرگز اون بچه رو این پدر نتونست به تنهایی حتی با ازدواج دیگری هم که انجام داد نتونست اون جای خالی مادر رو پر بکنه. سوال شما چیه؟ سوال شما چیه قرب؟ سوال شما چیه؟ خانم دکتر صداتون رو ندارم. عذرخواهی، یه بار دیگه می‌فرمایید؟ سوال شما چیه؟ خانم دکتر سوال من این بود که ای خاطرتون باشه، من گفتم که من الان برای بحث ازدواج، این که انسان باید ازدواج بکنه که به چه مطلبی برسه. من الان بحثم سر این بود که من الان نیازهای خودم رو تا اونجوری که باید و شاید، حالا نیازهای اقتصادی بوده چیزی بوده، تونستم با همتی که داشتم الحمدلله با عنایتی که شده تونستم خودم رو جمع جور بکنم. اگرم یه موقعی مطلبی مشکلی برام پیش می آمد تو زندگی، بحثه که واقعا خسته می شدم، یه بلیط می گرفتم و یه از می رفتیم مشهد طاووس امام رضا و اونجا خلاصه یه درد واقعا می کردیم، باور رو که نرسیده به شهرمون مشکلمون حل می شد. من میگم الان از لحاظ روحی من نیازی تو این وادی نمی بینم که بخوام بیام با یه خانومی صحبت بکنم و خدمتتون عرض شود که اون خانم حالا به باور من میرسه اصلا همدیگر درج خواهیم کرد نخواهیم درج. اینا همیشه یه پارادوکسی تو ذهن من ایجاد کرده که واقعا چه گزینه‌ای میشه انتخاب کرد؟ واقعا این خانم ازدواجی که الان داریم میبینیم، مطالبی که الان داریم تو جامعه میبینیم، میبینیم که من یه پاسخ حالا نمیدونم اجبار بوده این کارو کردن، من یه پاسخ این کارو کردن، اینا من هی عقب نگردش. من یه پاسخ اون از که 32 سال شده دیگه به ترتیب یه مقدار دیر شده از یه جهاتی، نمیدونم حالا واقعا این برام واقعا ازدواج باید انجام بشه یا نه. خانم دکتر مخاطب از زبون شما بشنوم. خیلی خب، شما گوش کنید منو از تلویزیون. تشکر میکنم خانم دکتر. ببینید مسئله این که شما ازدواج کنید یا نکنید یه مبحث کاملا شخصیه. اگر شما اینقدر زندگی فردیت تکمیله و اینقدر از زندگی با یه انسان دیگه بیم و حراس دارید و نگران هستید که این اون چیزی که شما میخواید نشه، چه کسی اسلحه گذاشته به سر شما که شما ازدواج کنید؟ این انتخابه. الو الو، بفرمایید خانم. خانم دکتر فرنودی، بفرمایید خانم. الو، بفرمایید خانم. سلام عرض میکنم خانم. سلام خانم، بفرمایید. من از آلمان صحبت میکنم. بفرمایید خانم. راجع به پسرم میخواستم یه سوالی بکنم. بفرمایید خانم. من پسرم 35 سالشه و یه وقتا به حدی عصبانی میشه که اصلا خودشو نمیتونه کنترل کنه. خب این وقتا اجازه بدید این وقتا چه وقتاییه؟ آیا چیزی مصرف میکنه؟ بله. آیا چیزی مصرف میکنه مثلا مشروب؟ نه. که اینطوری میشه یا علف که میکشه اینطوری؟ فقط نمیشنوم خانم. خب من چه کنم خانم؟ دکتر صداتونو نمیشنوم. من چه کنم خانم؟ من دارم صحبت میکنم صدامم. بله، عرض کردم که چه مواقعی هست که عصبانی میشه. الو الو خانم فرنودی، ببخشید یه خانمی بودن مثل که رفتن، شما دوباره اگر خواستید تشریف بیارید روی خط. بفرمایید آقا. خانم دکتر سلام، با تشکر از شما. من یه دختر تینیجر دارم که مشکل داره، مشکل کامپالسیو دیسوردر داره، وسواسی، ولی
صبح مشکل دارم، همیشه دیر میره سر بلندش، باید بکنم بره به مدرسه‌اش. بله. او برای تینیجر چند سالشه فرمودید؟ 17 سالشه. 17 ساله. اون وقت برای درمان اوسیدیش تا حالا چه کردید؟ والا چند دفعه قبلا باهاتون تماس گرفتم، به این وقت نتونستیم بدین، طولانی مدت بود دیگه، ما هم هی پشت گوش انداختیم قراری که بیایم پیش شما ولی عملا کاری نکردیم. خب شما در کجا زندگی میکنی؟ اله هست. آهان، اله هستید. خیلی خوب. ببینید، بهتر از من UCLA یه بخش تو بخش سایکیاتری که UCLA یه بخش درمان OCD دارن که از شیوه های مختلف زیر نظر روان پزشکای UCLA به خصوص ساکسس ریتش برای تینیجرها خیلی خوبه. ما دوست نداریم که بچه ها با وسواس و کامپالشن بزرگ بشن، به خصوص که گاهی این علائم نشانه هایی هست از چیزهای دیگه. بنابراین من به شما قویاً توصیه میکنم به UCLA دیپارتمان سایکیاتری برید و بگذارید که این بچه درمان بشه. و الا خب کسی که گرفتار وسواسه، بله، همیشه دیرتر به کاراش میرسه، چون این تکرار و این کمالگرایی بیمارگون و این جبری که در تکرار میبینه وقتش رو میگیره. الان در درمان OCD از دارو درمانی کاگنیتیو تراپی و بیهیویر مودیفیکیشن یا ایجاد تغییر در رفتار استفاده میشه. UCLA برای شما بهترین سنتر. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خسته نباشین خانم دکتر. مرسی آقا، بفرمایید. وقتتون بخیر. من سوالم اینه که یه بچه ای دارم حدوداً 7 سالشه، امسال میره اول ابتدایی، بعد یه مقدار مشکل داره ایشون، شب ادراری داره و مثلا 2 بار 3 بار شبا جاشو عوض میکنی، یه مقدارم اکشنه. من میخواستم که چه کار باید کنیم، تو ایران هستیم. یعنی چی اکشنه؟ یعنی یه مقدار با برادرش و با خواهرش یه مقدار فعالیت زیاد داره. چجور بگم؟ زیاد فعاله. کودک زیاد فعاله. بله. خب ببینید که اولا من اینو به شما بگم، میزان تعداد آمار شب ادراری در میان پسر بچه ها از دختر بچه ها بالاتره. به دلایل مختلف بچه ها میتوانن شب ادراری داشته باشن. شما با دکتر کودکانش تماس بگیرید. به شما یه بروشورایی هست که میگه که از چه ساعتی به بعد به او مواد آبکی ندید در شب. و بعد گاهی اوقات پاره ای از دکترها از ضد اضطراب های بسیار خفیف، حتی گاه گیاهی، برای بچه ها استفاده می کنن که شناسایی کنن علت این شب ادراری اضطراب یا علت دیگه ای داره. شما از دکتر کودکانش کمک بگیرین که این شناسایی بشه. ضمناً یه نکته‌ای رو هم خدمتتون عرض بکنم و اون این که دعوا کردن، تنبیه کردن، تهدید کردن، اگه این دفعه خودتو خیس کردی باید تا صبح تو حیات بمونی، اینا هیچ کدوم به شب ادراری بچه کمک نمی‌کنه. گاهی اوقات از یه وسائلی استفاده می‌کنن که باز باید ببینید دکترش تایید کنه. یک ابزاری هست که در رخت خواب بچه میذارن، با اولین قطره رطوبت یک حالت بیدار کننده به بچه میده، شوک نیستا، یه حالت بیدار کننده میده که بچه بعد از یه مدتی با این بیدار کننده ها یاد میگیره خودش رو رگولیت کنه یا تنظیم کنه. حتما با دکتر کودکانش صحبت کنید. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو، سلام. سلام خانم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ببخشید خانم دکتر، من مستقیم میرم سر اصل مطلب، خیلی وقتتون رو نگیرم. ما یه خانواده هستیم، 3 تا خواهر، 2 تا برادر و پدر و مادر، که هممون ازدواج کردیم. بفرمایید. و
یه مشکلی داشتیم، میخواستم خدمت میگم راهنمایی بخوام. پدر مادر ما قسمت اعظمی از اموالشون رو به اسم تشرا کردن و ما وقتی که فهمیدیم رفتیم و اعتراض کردیم بهشون، خیلی محترمانه البته، و ایشون خیلی ناراحت شدن و گفتن که ما خوب کاری کردیم و اختیار اموالمون رو داریم و این صحبت ها، و ما چون خیلی ناراحت شدیم، یعنی توقع داشتیم لااقل ما رو مجاب کنن یا یه جوری دل ما رو به دست بیارن، بالاخره یه جوری ما رو قانع کنن، ولی این کار رو که نکردن هیچی، ناراحت هم شدن. ما راستش قطع رابطه کردیم الان یه مدت، یه شاید 4-5 ماهه، و هیچ ایشون سعی هم نکردن با ما ارتباطی برقرار کنن، بالاخره دل ما رو به دست بیارن، هیچی، همینطوری. و ما الان حقیقتش خیلی راحت تریم، چون هیچ موقع نشده ما بریم منزل پدر مادرمون و ایشون ما رو ناراحت نکنن، حالا به نحوی. من میخواستم بپرسم آیا این که ما قطع رابطه کردیم این کار درستیه و از نظر بهداشت روانی بعدا واسه ما مشکلی پیش نمیاد؟ یه سوالی من از شما بکنم، بعد میریم آگهی ها بر میگردم، سوال شما رو مفصل توضیح میدم. یکی از رنج ها، یکی از بیماری ها، یکی از بزرگترین عقده های تاریخ داره سرزمین ما و بسیاری از سرزمین های شرقی که نرپروره، بله، پسرگراست. یکی از بزرگترین گرفتاری هایی که ریشه بسیاری از نابسامانی های روانی هم برای اون پسرهای دردانه شده و هم برای دختران محرومیت چشیده منبع بیماری و اختلال میشه، این تبعیض‌هایی که پدر و مادر میذارن. بعد از برنامه حتما، بعد از آگهی ها حتما برمیگردم به این مبحث، توجه میکنم و به سوال شما هم پاسخ میدم. تا چند لحظه دیگه با من باشید. بله، متشکرم. چنانچه عازم تورنتو کانادا هستید، هتل و مهمانسراهای مریم همواره منتظر استقبال گرم از شما خواهند بود. مهمان نوازی سنت دیرینه ماست. هتل و مهمانسراهای مریم بالهای خسته سفر را با آسایش خیش می‌خواند. اقامتی راحت و آسوده را در هتل و مهمانسراهای مریم تجربه کنید. ویلا، سویت‌های مبله، آپارتمان‌های لوکس مجهز و سرویس رفت و آمد فرودگاهی. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 416-850-6666 تماس حاصل فرمایید و یا به آژانس مسافرتی خود مراجعه نمایید. maryamhotel.ca. با سلام، دکتر سیامک مرغزار هستم، جراح و متخصص بیماری های دهان، لثه و کاشت دندان یا ایمپلنت. قابل توجه علاقمندان برنامه های ورزش و سلامتی، جهت سفارش دیویدی های ورزش و سلامتی با شماره تلفن 818-984-1578 تماس حاصل فرمایید. دیویدی ها شامل هنرهای موزون، تای بو، وزنه و ایروبیک. تلفن سفارش 818-984-1578.
از مشکلات اقتصادی و بحران مالی رنج میبرید؟ آیا بیزنس جدیدی را شروع کرده اید؟ آیا مشتریاتان را از دست داده اید؟ راه حل و چاره کار در دستان ماست. ما شما را یاری خواهیم داد تا بار دیگر به وضعیت مطلوب اقتصادی بازگشته و بیزنستان را رونق بخشید. ما آگهی‌های شما را در فرمت‌های متنوع تولید و در گستره‌ای به گستردگی جهان پخش خواهیم کرد. رونق اقتصادی ارمغان ما به شماست. زمان را از دست ندهید و با ما تماس بگیرید و با اطمینان شاهد شکوفایی وضعیت اقتصادیتان باشید. School of Healing Touch قابل توجه مشتاقان تحصیل و اقامت در آمریکا. دریافت سریع ویزای I-20 از اداره مهاجرت از طریق دانشجویی. کلاس ها شامل ماساژ زیر آب، سمزدائی، آب سرد و گرم درمانی، بازسازی پوست بدن از طریق پاپایا، ماساژ پا از طریق نقطه عصب، ماساژ درمانی، طب سوزنی، برداشت موهای زائد بدن از طریق الکترولیت. کلاس ها به زبان های فارسی و انگلیسی و 9 زبان زنده دنیا برگزار خواهد شد. با مدیریت آقای حسین آذر، فارغ التحصیل مدرسه علوم پزشکی از کالیفرنیا با بیش از 20 سال سابقه. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت www.schoolofhealingtouch.com و یا با شماره تلفن 510-886-0893 تماس حاصل فرمایید. دیگر نگران راه دور نباشید. شعبه دوم و مرکزی معروف دوچال در نورت یورک افتتاح شد. آبانار معروف دوچال در دو شعبه مرکزی در نورت یورک و شعبه اول در تورن هیل با ارائه محصولات خود به نزدیکترین راه سلامتی را برای شما به ارمغان می آورد. آبانار، گلاسی انار، معجون انار، بستنی انار، فالوده انار، آلوچه انار، لواشک انار، رب انار، آب زرشک مخصوص توچال و در شعبه مرکزی شیر و موز عسل، شیر و پسته عسل، معجون شیر و موز، میلک شیک توت فرنگی، میلک شیک انبه، پیچ ملباب، هویج و بستنی و آب میوه مخصوص توچال ارائه می شود و به زودی محصولات جدید در شعبه اول نیز ارائه خواهد شد. بله، سلامتی شما را تضمین می کنیم و خوشحالیم که شما از سلامتی خود استقبال می کنید. برای پخش آگهی های بازرگانی خود در تلویزیون های تصویر ایران و AFN با شماره تلفن 818-342-3399 و یا با ایمیل آدرس ما تماس بگیرید. تلویزیون تصویر ایران در قلب میلیون ها ایرانی در سراسر ایران و جهان. آریا انترتینمنت و مستان پردکشن با افتخار تقدیم می کنند. بار دیگر کنسرت بزرگ گروه مستان و پرواز همای با ارائه جدید تحت عنوان سربازان. بر در فردوس نشیند کسی تا که به درگاه قیامت رسی. تورنتو در جایگاه بزرگان موسیقی جهان روی تامسون هال، یک شنبه 3 اکتبر 2010. از باد مدهوشم کنی. تلفن آگاهی بیشتر 416 575 77 مونتریال
جمعه 8 اکتبر 2010 تلفن 514-787-88-48 ونکوور شنبه 16 اکتبر 2010 تلفن 604-986-40-86 کلگری شنبه 23 اکتبر تلفن 403-978-47-26 بله دوستان به شما برگشتم. مقاله ای الان تو دستمه که فردا این رو میذارم روی فیسبوکم و فیسبوک من آدرس میدونید دی آر مخفف دکتر نهضت NEHZAT فرنودی هم همینطور که اینجا نوشته شده نگاه میکنید. مقاله ای رو فردا میذارم روی فیسبوکم که الان خلاصش رو میگم. یکی از شگفتی های روانشناسی در دنیای امروزه و اون اینه که در تحقیقی که اتفاقاً یه بخششم با یک خانم ایرانی لیسا عزیزاده، حالا یا خودش ایرانیه یا همسرش ایرانیه، و کارل مارزیالی در نشریه دانشگاه USC نوشته که این مقاله الان تو دستمه. در این مقاله برای اولین بار به طور عینی رابطه معنادار آماری positive or significant correlation میبینن بین ساختمان مغز افراد خودشیفته یا کسانی که به بیماری خودشیفتگی مبتلا هستند یا کسانی که به شکل بیمارگونش خودمحور هستند و میبینند که زیر دستگاه فانکشنال امارای یا زیر امارای معمولی تفاوتی میبینند بین مغز و عمل کرده این افراد با افراد دیگه. یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که مشاهده می‌کنن این هست که این افراد خودشیفته اولا کمتر از مغز پیشانی که امپاتی یا همحسی در اونجا هست استفاده می‌کنن، در این فانکشنال امارای نشون داده میشه، و نکته دوم این که اکثرا یعنی ایمپالسیف یعنی خودانگیخت عمل می‌کنند و تمام عملکردهای خودانگیخت هدفش دادن رضایت به اونهاست به هر قیمت، به خصوص برای دانشجویان عزیز روانشناسی در ایران این تحقیق بسیار جدیده و من فردا اینو رو فیسبوک مقالش رو میگذارم برای اینکه بتونید به اصطلاح استفاده کنید. بی دلیل نیست که افراد خودشیفته موجب آزار و موجب اذیت انسان‌های دیگه میشه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام عرض کردم خانم فرنودی. بفرمایید آقا. خانم فرنودی من از آلمان زنگ زدم خدمت شما. بفرمایید. من دچار موبینگ هستم، یعنی در سر کارم منو خیلی اذیت میکنن و تحت فشارهای شدید روحی هستم، به طوری که این فشارها تبدیل به اضطرابات شدیدی شده. چرا؟ آیا در محیط کار فقط؟ نه، صدای تلویزیونتون نمیگذاره. بله، من صدای تلویزیونم کاملا خاموشه. من صدای خودم رو میشنیدم قربون. آیا شغل شما چیزیه که به شما فشار میاره، استرسفوله، یا اینکه در محل کار رفتارهایی از همکار و رئیس و به اصطلاح فرمان چی میگن کارفرمای خودت میبینی که اونها منبع فشاره؟ اونها، رفتار رئیس خود من باعث میشه که
بنده من فشار زیادی وارد بشه. شما چرا به مرکز روابط یا حقوق کارمندان که در همه ادارات هست چرا به اونجا مراجعه نمی کنین؟ مرکز حفظ و حراست از حقوق کارمندان. متاسفانه یک همچین مرکزی رو نداریم ما که من بتونم به اونها مراجعه بکنم و والا نمیدونم این استراب در از آینده بسیار وقت منو به خودش مشغول میکنه، به طوری که دپرسیون های شدیدی در من ایجاد شده. خب. و من تقریبا قادر به انجام هیچ کار دیگه ای نیستم. خب شما فکر من هول و هوش همین استراب از آینده میدن. بله، من یه پیشنهادی به شما دارم و اون اینه که من اگر جای شما باشم به یه روانشناس یا یه پسیکولوگ در همون آلمان که هستید مراجعه میکنم و تشکیل پرونده میدم. یعنی همین مطالبی که الان به من دارید میگید به اون میتونید بگید. شما در اونجا از خدمات اجتماعی و حقوق اجتماعی برخوردار هستید در آلمان اگر به طور قانونی اونجا هستید، درسته؟ خب شما با یک روانشناس صحبت کنین. کار یک روانشناس اینه که اول ببینه این اضطراب و استرسی که شما دارید آیا ریشه ای در خود شما داره یا واقعا کاملا متکی به رفتارهای غیر انسانی یا تجاوزآمیز یا خشونتگرا یا تعصب‌آمیز کارفرمای شما داره. بعد از اینکه این مسئله مشخص شد و قدم‌های نخستین درمانی برداشته شد، اون وقت شما اجازه بدید آقا نه اجازه بدید من دارم با کلاین بله بعد از اینکه این مشخص شد، اون وقت اون روانشناس میتونه به شما یک پیشنهاد کنه که اگر حقوقی دارید، اگر واقعیتی در این گفته های شما پیدا میکنه، شما میتونید وکیل داشته باشید و از حقوق خودتون، حقوق انسانی خودتون حفاظت کنید و دفاع کنید. نکته دوم، اگر می شود کار جدیدی پیدا بکنید، کارتون رو تغییر بدید و ضمناً به درمانتون هم ادامه بدید تا از عوارض ثانویه این استرس ها و فشار ها جون به در ببرید. بدترین کاری که نباید بکنید اینه که هیچ کاری نکنید. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید با شما هستم. سلام خانم فرمودی. بفرمایید آقا. حال شما خوبه؟ بفرمایید آقا. یه سوالی میتونم از شما بپرسم؟ اگر سوالی باشه که به برنامه من ربط داشته باشه. آها، یعنی شما پاسخم شما رو از اتاق فرمان قطع کردن، احتمالاً صداتون رو شناسایی کردن. بفرمایید قربون، با شما هستم. بفرمایید. من یه خواهشی داشتم از شما. بفرمایید قربون. شما امشب شما رو باز قطع کردن. دوستان ما اینجا میشناسن شمایی رو که بله. بفرمایید قربون. الو سلام عرض کردم خانم. سلام خانم، بفرمایید. من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم چه بچه من بعضی شبا از من از رخت خواب وقتی میرم بخوابونمش با اینکه 11 سالش من هایت میکنه و میگه از اینکه من یه روزی نباشم برا من حرف میزنه. این بچه لاس یا فقدانی رو از دست رفتگی رو تا کنون تجربه کرده؟ نخه. اون وقت هیچ وقت ازش پرسیدید که چرا این موضوع تو رو نگران میکنه؟ میگه برای اینکه شما سنتون بالاست و بابام دوستای دیگه من مادرشون جوونن و من نگران این هستم که اصلا تو جوونی که هستم تو بچه هستم شما رو از دست بدم، بعد توش کسی ندارم. خب اون وقت واقعا هم شما پدر مادر مسنی هستید برای او؟ 55 سالم. اهم
خب اولا یکی از چیزهایی که من میتونم نتیجه گیری کنم که این بچه بسیار باهوشه، چون به این مسائل فکر میکنه. نکته دیگه این هست که شما میتونید با این بچه وارد یه گفتگوی منطقی بشید. اون وقت هیچ کدومتون شما یا پدر سیگار میکشید، کارایی میکنید که عمر یه انسان رو کوتاه میکنه؟ اصلا من و شوهرم اصلا نه سیگار هستیم نه مشروب هستیم و خیلی هلتی زندگی میکنیم، چون عاشق بچه‌مون هستیم. و در ضمن مثلا برادر شوهر من فوت کرده و من به بچه‌م گفتم برادر شوهر من کوچیک‌تر از بابای تو بود، ولی اون مردن به جوونی به پیری نیستش، مادر بزرگ تو هنوز زنده است. یه کتابی به شما پیشنهاد میکنم که یه خورده برای بچه‌های کوچیک‌تره، ولی شاید دو سه تا مفهومی که توش هست به درد این بچه بخوره. شما اولا با یه روانشناس کودک میتونید مشورت کنید، یا با نیلوفر میتونید ایمیل رد و بدل کنید. نیلوفر هست nellyfarnoodi@hotmail. میتونید ایمیل بگیرید، کتابایی به شما معرفی کنه راجع به اینکه مرگ رو برای بچه‌ها توضیح میده. ولی یک کتاب خوبی هست که مال بچه‌های کوچیک‌تره، اسم کتاب هست When Dinosaur Dies. نکته دیگه اینه که من نمیدونم شما کجای دنیا زندگی میکنی. آیا شما بچه در کجا؟ امریکا هستم. اوکی. آیا شما بچه‌تون گادفادر گادمادر هم داره یا نه؟ نه. چرا این کارو نکردید که با یه انسان جوان‌تر از خودتون بچه رو از ابتدا به صورت کسی که با بچه نزدیک باشه، با بچه سفر کنه، با بچه بازی کنه، به عنوان یه مثل ایموشنال اینشورنس؟ کسی نداشتیم. آها، نداشتید کسی رو. خیلی خوب، من اگر جای شما باشم چیزی رو که باید این بچه باهاش به آشتی برسه اینه که شما همه تلاش ها رو می کنید برای اینکه سالها زنده باشید. اگر آمار اوریج عمر رو به بچه نشون بدید که خانم ها بالای 85 سال و مرد ها بالای 80 سال، زیر 85 سال الان در آمریکا زندگی می کنن، شما می تونید براش حساب کنید که 30 سال دیگه توی مرد 41 ساله هستی و خودت فامیلی داری و هیچ اتفاقی نمیفته اگر من نباشم، و بیشتر باهاش با منطق صحبت کنین. اما اگر این نشونه ای از اینه که این بچه بچه مضطربیه، خیلی خوبه که با یه روانشناس کودک بذارید یکی دو جلسه صحبت کنه و به قول معروف این دتفوبیاش رو حل کنه، ریزالف کنه. چون من این مشکلم داره که وقتی ما سوار هواپیما میشیم به حالت خیلی شدید حال به هم خوردگی میفتیم. خیلی خوب، پس این بچه ما اختلافات زناشویی هم بسیار داشتیم که جلوی همش جلوی این بچه بودیم. خب دیگه، خوش به حالتون. خوش به حالتون. این بچه به طور کلی مضطربه و گفتم لاس که تجربه کرده. خب از همون موقعی که مادر پدر دعوا میکنن، بچه داره تجربه فقدان و از کف رفتن خانواده میبینه. من اگر جای شما باشم حتما این بچه رو با یه روانشناس کودک اکسپوز میکنم که یه مقداری روی این مسائل حرف بزنه و این اضطرابا درش کهنه نشه. بله، ولی ما الان مدت ها سیگه مثلا هیچ مشکل نداریم. مشکلمونو یه مشکلی داشتیم که سرش خل داشتیم و حل شد، به تفاهم رسیدیم. ولی یه دوست روانشناس داریم که ما گو اگر محیط خونه رو به همین شکل نگه داریم، به مرور زمان همه چی از بین میره. برای که من روانشناسی که میبردمش اینو به یه جایی رسید که گو خواهش میکنن با من ادامه بدین، ولی چون ساعت 400 دلار بود برای ما خیلی زیاد بود. کجای آمریکا هستی؟ واشنگتن دی سی. 400 دلار یه خورده فی بالایی. البته الان خیلی روانشناسا روانپزشکا بودن، پزشکم بودن. بله میدونم. حالا شما، من اعتقاد دارم برید رو سایت APA American Psychological Association نزدیک خونتون، یعنی بزنید مثلا به فاصله 3 مایلی و بعد باز بزنید روانشناسی که بیشتر اسپشیالتیش
انگزایتیه و پدیاتریک سایکالوجیسته، یعنی روانشناس کودکانه. اگر یه دکتر روانپزشکی به شما گفته بوده که با من ادامه بدید، ریشه های این اضطراب رو در بچه دیده. این بدترین نوع صرفه‌جوییه. یکی از بهترین خرچ هایی که شما میتونین بکنین که بعدها جلو هزینه های هنگفت رو بگیره اینه که مسائل احساسی عاطفی فرزندانتون رو تا کهنه نشده درمان کنید. بزنید پدیاتریک سایکولوژیست یا چایلد سایکولوژیست. بعد در فاصله خونتون هم بزنید، ولی ای پی ممبر، امریکن سایکولوژیکال اسوسییشن. بعد پیدا کنید یکی دو تا رو بگردید تا هر کدومتون که با پسر مچ میشه خودش احساس میکنه کیو بیشتر دوست داره، با اون ادامه بدید. خواستم با خانم دکتر نیلوفر ادامه بدم، ولی از راه دور، این کار از راه دور گفتن که نمیشه، به خاطر اینکه یکی دو تا روانشناس که ما داشتیم که اونا با ما کار نمیکنن، گرچه ما شما رو میشناسیم نمیتونیم با شما کار کنیم، ولی گفتن که اگه ایشون هم بخوام باشون کار کنیم نمیتونید، یه روانشناس از طریق تلفن بعد تو رو ببینه، لمست کنه. بله دقیق به شما درست گفتن، به خصوص برای کودکان، چون کودکان هزار کلام غیر کلامی دارن که در رفتارشون نشون میدن. بچه که نشسته روبروی شما، این که پاشو میجنبونه، اینی که یهو یه چیزی رو میذاره ور میداره، یه موقعی که به شما نگاه نمیکنه، یه موقعی که به شما خیره میشه، اینا تمام مکالمات در واقع غیر کلامی هست که به روانشناس کمک میکنه. بهترین مدلش همونه APA. اگر پیدا نکردید و زودم عجله نمی کنید که فوری به من بگید تو یه روز دو روز، برای من یه ایمیل بفرستید، drfarnoodi@hotmail.com مال سایتمه، اونجا من سر فرصت بهتون پاسخ میدم، چند تا دکتر شناسایی میکنم بهتون میدم، ولی منم همون کار شما رو باید بکنم، اگه خودت بکنی خدا عمرت بده. چون بری من برنامه‌های شما رو چون هستم هر شب گوش میدم چندین بار که بتونم خودم هم تو خونه یه کارایی بکنم، و در ضمن واقعا از شما ممنونم خانم فرنودی، جدی میگم، به خاطر اینکه شما کلینتون رو نگاه کنید، امروز برای هر سخنرانیش داره 250,000 دلار میگیره، 300,000 دلار میگیره. شما راحت همه اطلاعاتتون و زحمتای زحمتای سالهاتون رو در اختیار ما میذاره. منم والا اگر بهم 250,000 دلار بدن میگیرم، اما کسی نمیده. مواظب خودتون باشین. مرسی. مرسی. خدا. هلو، بفرمایید قربون، با شما هستم. خانم دکتر فرنی، سلام علیکم. سلام آقا. من میرموبینی هستم، سلام میکنم از شما از ساکرامنتو، و مدتی بود که من تلویزیون ایرانی نمیتونستم نگاه بکنم، الان امروز موفق شدم ببینم شما رو، چقدر خوشحالم میبینم شما رو. سپاسگزار آقا. میخواستم یک سوالی از حضورتون داشتم. خانم دکتر فرنی، شما فرمودین که خودشیفتگی در امارای نشون میده. بله 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 بله، تحقیق جدید دو روز پیش از کوره در اومده بیرون، توی این میذارمش رو فیسبوکم، حتما میرم نگاه میکنم. ولی یه چیزی که هستش خانم ورزی، من میگم که به جای این همه مبارزات آزادی خواهانه و این چیزایی که ما میکنیم، چطوره بگیم که هر کسی میخواد کار سیاسی بکنه یه دونه امارای بیاره به ما نشون بده، ما دیگه خیالمون راحت بشه. زنده باد، زنده باد، زنده باد. یکی از مهمترین، یکی از مهمترین تلاش هایی که روانشناسی یک روزگاری به کار خواهد برد اینه که جلوی به قدرت رسیدن رهبران بیمار رو بگیره. اینو باید یه جوری کرد که مندتوری بشه، بزنن همه، هر کسی میخواد در هر حزبی شرکت بکنه، میخواد رئیس دبیر کل حزب بشه، هر کسی که میخواد در کار سیاسی شرکت بکنه، بگیم که یه دونه امارای بیارن به ما نشون بدن که ما. جناب میرموبینی، شما اگر خاطرتون باشه، من در 15-16 سال پیش یه مقاله به نشریه شما دادم. بله. راجب خودشیفتگی، و حدود 23-24 سال من رو این مسئله بیشتر از 23 تا مقاله نوشتم، چون درد اجتماعی ما، درد سیاسی ما، درد حتی فرهنگی ما، یعنی یک معلم خودشیفته هزاران کودک رو نابود میکنه، یک پدر و مادر خودشیفته
یک به اصطلاح حاکم خودشیفته، اینا آسیب‌های وسیع میزنن. و یکی از تلاش‌هایی که به خصوص نوروساینس یا عصب شناسی رفتار امروز داره میکنه و تکنولوژی پزشکی مثل امارای، مثل فانکشنال امارای به یاری روانشناسان میتونه بیاد، اینه که کسانی که گرفتار اختلالات شخصیتی هستن واقعا شناسایی بشن، واقعا شمشیر در دست رومی و زنگی مست واقعا آسیب‌های جبران ناپذیر میذاره. و الان تو این تحقیق و یه تحقیق دیگه‌ای که من دیدم، کوریلیشن یا استاتستیکال سیگنیفیکنت کوریلیشن، شاخص معنادار آماری بین کسانی که در تست خودشیفتگی نارسیسیستیک پرسونالیتی اینونتوری NPI که مرحوم دکتر شاملو روان شاد، استاد روانشناسی در ایران که چند سال پیش فوت کرد، در بین ایشون و من رو این موضوع کار کرده بودیم که به اصطلاح کسانی که رو این تست بالا نمره میارن، اگر الان اونها رو امارای بگیرین که اینجا گرفتن، میبینن رو امارای وایرینگ مغز اونها یا از اون قسمت‌های مغز که بیشتر استفاده می‌کنن با یه آدمی که عادیه و رو این تست نمره کمتری آورده فرق داره. یعنی اینا گرفتار یک نوع جبر بیمارگون در این گونه عمل کردن هستند. منتها از جایی که اینها تشنگی بیمهار برای کسب قدرت دارن، متاسفانه به جاهای بالای قدرت هم میرسن. خانم دکتر فرمیدی، من این روزا یه کاری رو شروع کردم، حالا انشالله فرصتی بشه براتون میفرستم. این مسئله خودشیفتگی که میفرمایید دقیقا ارتباط داره با اون مسئله دیگه ای رو که شما همین تو این برنامه‌تون چند حدود یه رو پیش اشاره کردین در مورد نرپروری یا همون مرد سالاری یا مرد محوری. این به نظر من جوامعی که این مشکل هست، و این یه مشکل مربوط نه به اسلام و نه به این، این چیز تاریخی است. یعنی از زمانی که بشر مشکل قدرت داشته و این باش بوده هست و همینطور هست، این یک ارتباطی با نحوه فکری جبر هست. یعنی تمام اندیشه ها یا ادیان یا افکار یا ایدئولوژی هایی که جبری فکر میکنن، یعنی یه چیزی رو که بر اساس حالا یا این خداوند این عالم رو یه جوری خلق کرده که جبر همش، یعنی ما دیگه هیچ چاره ای نداریم، هیچ سوالی از همون نمیشه، هیچ مسئولیتی. نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. این فکر میکنم که در این جوامعی که پشت چیزای اندیشه هاشون اعتقاداتشون با جبر و با این یه قانونی نیستش که این لا جبر و لا تفویض باشه، این یک قانونی است که همیشه جبر بوده. تمام حکومت‌های جبار این مسئله رو مرد محوری یا مرد سالاری توش هست. بله. تمام حکومت‌های اجازه... به مردم اجازه انتخاب و اختیار نمیده. بله. و میگه که همین است که من برای شما برای همه فکر میکنم. خب اینها مجبورن که با یک اون جندر خودشون، با اون مردهایی که این قانون رو درست میکنن، حکومت رو به وجود بیارن. اجازه بدید جناب میرمبینی، من چون زمانمو دارم نگاه میکنم، خوشحال میشم در فرصت‌های دیگه استفاده کنیم از اطلاعات شما. الان اجازه بدید من به اون سوال اون خانم پاسخ بدم، شاید یه بخشی از گفتگوهای شما در آنچه که منم میگم باشه. خیلی ممنون، خواهش میکنم. خداحافظ. ببینید، به اون خانم برمیگردم که مادر و پدر ثروتشون رو به پسرها دادن و این دخترها یا خواهرها احساس دلشکستگی میکنن و با پدر و مادر قطع رابطه کردن. اولا اجازه بدید که این مسئله رو بگم، صرف نظر پسر یا دختر، مادران و پدرانی که بین فرزندانشون تبعیض میگذارن و این تبعیض چیزی نیست که اونا احساس کنن دارم تبعیض میذارم، وقتی بچه ها احساس میکنن
که تبعیض هست، اونها از زمین و آسمان برن بالا نمیتونن بگن که نه من تبعیض نمیذارم، بلکه حسی که اون بچه تبعیض دیده میکنه باید مورد توجه قرار بگیره. اولا برگردیم به مبحث نرپروری یا نرگرایی در جوامع که از بقایای به اصطلاح فرهنگ قبیله‌ای هست و فرهنگ فئودالیسم هست که نیروی بدنی حرف اول رو میزده. بگذاریم که اگر در کتاب خانم اولین رید، ترجمه زیبای آقای دکتر عنایت، شما این کتاب رو بخونید که متاسفانه به دلایل نرپروری جمهوری اسلامی این کتاب اسمش در ایران برای اینکه چاپشه گذاشته شد انسان در عصر توحش، در حالی که اسم واقعی کتاب هست Woman's Evolution یا مال خانم اولین ریده، Woman's Evolution، بله، رشد و تکامل زن به اصطلاح در صحنه تاریخی. بسیاری از مطالعات مردم شناسی که خانم مارگریت مید هم علاوه بر خانم اولین رید بهش اشاره کردند و خانم هلن فیشر اخیراً در کتاب فرست سکس هم اشاراتی به این مطالعات کرده، اصلا تمدن جهان با زنان شروع شده. ببخشید آقایون، تمدن جهان با زنان شروع شده. شما نگاه کنید به سمبول‌های قدیمی، الهه آزادی، الهه عشق، الهه عدالت. هنوز اون فرشته‌ای که دوتا ترازو رو دستش گرفته یه آقا نیست، مگه حالا جمهوری اسلامی عوض کنه اون بالا بذاره یه آقا با ریش و سیبیل که ترازو عدالت رو دست بگیره. زنان در ساختن تمدن، یعنی زندگی شهری، یعنی زندگی ساکن، بله، مرد تسلط داشته و برتری داشته در عصر شکار، به علت اینکه به دلیل توان بدنی دنبال شکار میدویده و کوچ میکرده. اما از وقتی که زنان به علت بارداری یا داشتن نوزادانشون ساکن شدن و به راز خاک برای تغذیه یعنی کشاورزی پی بردند، زندگی ساکن اول شروع شد و دامپروری هم به وسیله زنان شروع شد. زنان اولین کشاورزانند، چون از زمین برای خودشون و فرزندانشون دنبال غذا میگشتن، چون مرد شکارچی گاهی شکار رو می آورد، گاهی یادش میرفت. و بعد دامپروری. زن وقتی ساکن شد با فرزندانش، اولین موجودی رو هم که اولین حیوانی رو هم که رام کرد بز بود و از شیر اون تغذیه کرد و حیوانات رو اهلی کرد. زن اولین آرشیتکتیه که برای اولین بار مخزنهای حفظ و حراست از آذوقه و غلات رو درست کرد. قبل از خانه سازی مخزن قله درست کرد برای روزهایی که باران دست آورد کشاورزیش رو می برد. بعد لغت مدیسن که از ریشه الهه شفابخش مدعا گرفته شده. زنان اولین پزشکان تاریخن که از راز گیاهان شفابخش به درمان کودکان خودشون و درمان حیواناتی که در اطراف اونها بودن پی بردن. و به این ترتیب زن و کودکان ساکن شدن. جالبه که مردها در گذر از این به اصطلاح خانواده های کوچک ساکن آیینی داشتن به نام آیین ربایش
که پسر بچه ها رو از رسیدن به یه سنی که نزدیک سن بلوغه با خودشون می بردن تو گله مردان، ولی زن ساکن بود، کودکان ساکن بودند و به کار پرورش، به کار کشاورزی، به کار درمان مشغول بودند، تا اینکه برای تاریخ بشر مسئله تولید مازاد مصرف مطرح شد و سپس این تولید مازاد مصرف احتیاج به نگهداری داشت و مرد کشاورز به خصوص اونایشون که پیر می شدن دیگه نمیتونستن دنبال گله بدوئن، اومدن توی این کلونی های زن ساخته ساکن شدن و موندن و به قول معروف حاجی انا شریک، حالا ما شریک این زندگی مدنی، زندگی ساکن شدند و بعد به ترتیب مردها آمدند و برای حفظ و حراست از آذوقه و توشه مسئله نیروی نرینه مطرح شد و به این ترتیب بود که مرد وارد چرخه اقتصاد و جنگ، جنگ علیه کسی که میخواست بیاد این حاصل رو ببره. من تا الانشم موافقم تمام وزرای جنگ در عالم مرد باشن، اما وزیر بهداری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر خارجه که احتیاج به درک منافع دو جانبه داره، زن خیلی نقش بهتری رو بازی خواهد کرد. وزیر بهداشت و بهداری، کتاب Woman's Evolution از خانم اولین ریدو بخونین، ترجمه زیبای محمود عنایت. به هر حال الان جای اون نیست، ولی به طور کلی زن پایه زندگی مدنی رو ریخته و از نظر امروز عصب شناسی رفتار، مغز زن مغز تکامل یافته تری از مغز مرده، مغز زن شبکه‌ای کار میکنه، مغز مرد نردبانی کار میکنه، از پله یک باید بره پله دو، بره پله سه، به اصطلاح نکات دیگه و مسائل دیگر رو نمیبینه. بسیار جالبه که زن دارای خیشتن ارتباطیه، یعنی مواقعی که داره به منافع خودش میاندیشه، من اینجا تاکید بکنم نه هر زنی نه هر مردی، من دارم از روان زنانه و روان مردانه صحبت میکنم. کتاب جدیدی بیرون آمد یک سال پیش به نام میل برین فیمیل برین، زنان به بیشترین و بهترین شکل یا روان زنانه به بیشترین و بهترین شکل از مغز پیشانی استفاده میکنه. به همین دلیل زن در کنترل خشم خودش موجود موفق تری هست، در حفظ ارتباطات معالندیشی داره، در مدیریت و منیجمنت ارتباطی که زنان و موجودات و فرزندان و دیگران در بین هستند بهتر تصمیم گیری میکنه. بنابراین اگر این مقدمات رو ما به عنوان علم جدید داشته باشیم، واقعیت اینه که هر پدر و مادری که فرزند دختر ندارند چیزی بزرگ از زندگی کم دارن. اما از کجا اون ارزش فوق‌العاده به مرد داده شده و متاسفانه زنان به دلیل افتخاری که در تولد فرزند پسر به دست میارن این میراث شوم رو نسل به نسل بر میگردونند و میدند، چون در اون تحولی که در زندگی مرد اتفاق افتاد بعد مرد یاد گرفت که برای حفظ اسم خودش، باز به خودشیفتگی برگردین، فرزندان پسرش فقط اسم اونو داشته باشن، بنابراین خیلی چیز مهم میشد که حالا دنیا حاج آقا مجتبی خامنه ای رو نداشت که انگار نمک تو غذاش نبود. به هر حال برگردیم به سر این مسئله که تبعیض یکی از چیزهایی هست که روان یک کودک رو به شدت شترد میکنه، یعنی خدشه‌دار میکنه، یعنی روان یه انسان میشه مثل کریستالی که
افتاد و خطوط بسیار زیادی پیدا کرد. هیچ کس جز خود مادر و پدر نمی توانند این خدشه رو ترمیم کنند. و ترمیمش: یک، من میپذیرم که اشتباه کردم. دو، صمیمانه عذر میخوام. سه، طلب بخشش میکنم. میپذیرم که اشتباه کردم. دو، تصحیح میکنم خودم رو، جبران میکنم. و سه، طلب بخشش میکنم. این که شما با پدر و مادر قطع رابطه کردید برای التیام بخشیدن به اجحافی که به شما شده یک واکنش طبیعیه. حالا اگر پدر و مادر توان این رو داشتن که شما رو از دست بدن، شما از روز نخست پدر و مادر نداشتید. موجوداتی داشتید که شما رو ساختند. اما اگر پدر و مادر داشته باشید، اونها به سراغ شما میان. من برای برادرای شما بسیار متاسفم که به خاطر مشتی پول مهر خواهرهای خودشون رو از دست دادن، چون اونها باید جلوی پدر مادر بیستند و بگن تبعیض نگذارید، که این تبعیض ریشه مهر و محبت رو در خانواده خواهد خشکاند. جهل، نادانی و عقده‌های روانی آسیب‌های جدی به روابط انسانی می‌زنه. بسیاری از پدر مادرها همیشه در انکار به سر می‌برند. این گفته احمقانه تکرار شدنی رو، این انگشتای دست مثل فرزندانه، هر کدومو به بری خون میاد. اینطور نیست. علم ثابت کرده، دانیل استرن از طریق هزاران فیلمبرداری ثابت کرده، مادر و پدر فرزندانشون رو یکسان دوست ندارند. خودشون رو گول میزنند ولی بچه ها رو نمیتونن گول بزنن. کافیه که رفتار خودشون رو با آگاهی و عقل متعادل کنن. قبول تبعیض، پوزش و عذرخواهی، طلب بخشایش. اگر پدر و مادر شما سراغ شما نیامدن، شما از ابتدا یتیم عاطفی بودید. غم‌انگیزه، حتی سوگواری داره، ولی واقعیته. واقعیت شما رو رها میکنه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام، خسته نباشید. ممنون خانم. خانم دکتر فرنیدی، میخواستم بپرسم که به زندگی های زناشویی باری به هر جهت باید چه کرد؟ باری به هر جهت یعنی چی؟ یعنی این که مثلا دو طرف نه اونقدر بدن که شما بتونید که بخوان از هم جدا بشن، و نه اونقدر خوبن و با هم دیگه حال بکنن در همه مواردی که تو زندگیشون سرخوش باشن. بچه دارید؟ بله. نوبت خوشگذرونی شما نیست تا بچه هاتون بزرگ بشه. اگر در خانه صلح، آرامش و احترام هست، تا بزرگ شدن بچه هاتون این فضا رو از اونها نگیرید. اما بعد از بزرگ شدن اونها، اگر شانس دوباره میخواید به خودتون بدید، اما من اگر جای شما باشم علت این بیتفاوتی رو جویا میشم. گاهی اوقات مشاوره های زناشویی به خوبی میتونن روابط بیتفاوت رو به روابط مطبوع و دلپذیر، ببخشید من نزدم رو شما، تبدیل کنن. لذا من اگر جای شما باشم حتما با یه روانشناس یا یه مشاور گفتگو میکنم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سپاسگزار هستم خانم دکتر. من بهمن هستم، از تورنتو خدمتتون زنگ میزنم. بله آقا، بفرمایید. من از سخنهای شما بسیار لذت میبرم. سال هاست که بسیار
بسیار آموختم از شما. سپاس گزارم. چیزی که من امروز متوجه کرد و قبلا هم به این فکر در مغز من رسوخ کرده بود این بود که وقتی خانم های زنگ میزنند و در مورد حقوق پایمال شده و یا نشده خودشون صحبت میکنن، جناب عالی زود جبهه میگیرید بدون اینکه از اونها بپرسید پرسشی داشته باشید که شرایط واقعی چی هست و چگونه هست. من اینو بارها دیدم. شاید بعضی موقع فکر میکنم میگم شاید نکنه خانم دکتر عزیز ما هم به همین صورت بوده، بهش احیانا حق حقوقی قائل نشده بوده یا اینکه من فقط جهت اطلاع شما بگم، من پدری داشتم که به هنگام مرگش وصیت کرد آنچه از او میمونه به شریک زندگیش، به همسرش تعلق داره و او رو وصیت و نصیحت کرد که پس از خودش همه چیز رو به تساوی بین دختر و پسر تقسیم کنه. خدا بیامرزش. ولی در مورد پرسش کننده ها من میبینم که جناب عالی سریع جبهه میگیرید بدون اینکه ازشون پرسشی داشته باشید که موضوع اصلا چی هست. آقای عزیز اجازه بدید، ایشون موضوع رو به آشکاری گفتند. گفتند ثروتشون رو پدر و مادرم به دو تا برادر دادن و ما سه تا خواهر رو محروم کردن و ما با اونها قطع رابطه کردیم. آیا این قطع رابطه ما درسته یا غلط؟ من این مسئله رو باز کردم. ولی شما میتونستید ازشون بپرسید که مادر شما این وسط چه نظری داشت؟ مگر میشه پدر و مادر هر دو بیان شاهد یک باطل کردن حق؟ بله قربون، بله. بسیاری از ما زنان نسبت به فرزندان دختر خودمون ستمگرتر از پدرانمون هستیم. بله، من شاهد یک تقسیم ثروت یک خانواده بودم در ایران که ایشون فرزندشون معتاد بود، در خیابان‌ها بود، در تانکر یکی از این آب‌ها در زمستان تهران ایشون یخ زد و مرد. پدرش برای ایشون سرمایه نگذاشته بود، سرمایه رو به خاطر اینکه ایشون معتاد بود برای ایشون نگذاشته بود. آیا ایشون اشتباه کرده بود؟ نه خیر، شما نکته ای رو که این امکان اینکه سه تا دختر هر سه تا معتاد باشن محاله. ولی ایشون یک نفر بود به شما زنگ زد. نه خیر، ایشون آقا اطلاعی که ایشون به من دادند این اطلاع این بود، من به اون اطلاع پاسخ دادم، به ایشون پاسخ ندادم. اطلاع سناریو این بود، تصویر پیش روی من این بود، مادر و پدر من که بسیار به پسرانشون تبعیض میگذارند تمام ثروت خودشونو به دو تا پسرشون بخشیدن و ما سه تا خواهر رو از ارث محروم کردن و وقتی ما اعتراض کردیم اونها تازه از ما عصبانی شدن و ما با مادر و پدر قطع رابطه کردیم. من این سوال رو پاسخ دادم. سپاسگزار هستم. استدام کنم. علاقمند هستم به همین صورت روی خط اومدم و در این مورد با شما. ممنون از لطفتون. خوبه، من ممکنه که یک توجه شما ممکنه درست باشه و اون اینه که من وقتی که از ستم به زنان سخن گفته میشه مثل اینکه یک هیجانی بیش از آنچه که باید در درونم تجربه میکنم و چون آدم خیلی متظاهری نیستم این هیجان احتمالاً دیده میشه. همینطوره. آره میدونم، ممکنه اینطور باشه. همینطوره. و اجازه بدید که ما زنان شرقی و ایرانی هنوز این هیجانمون رو نسبت به ستمی که در قرنها بر زن شرقی رفته حفظ کنیم، حتی در لباس یک روانشناس. امیدوارم همیشه پاینده باشید. سپاسگزارتون، مرسی. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. تلویزیونتون رو ببندید. میرم روی خط دیگه. بفرمایید، با شما هستم. الو. بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. سلام خانم دکتر. سلام خانم، بفرمایید. شما خانم دکتر فرنودی هستین؟ خودشم. حال شما خوبه خانم دکتر؟ خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. مرسی. من از ایران تماس میگیرم. مرسی. و میخواستم بگم که من سه تا بچه دارم.
بچه بزرگم پسره که الان 24 سالشه و دو تا دختر دارم، یه دونه 11 ساله یه دونه هم 20 ساله. با پسر بزرگم خیلی مشکل داریم و فکر میکنم که از بچگی یه مقداری در حقش ما اجحاف کردیم. از اینکه مشکلات زیادی خودم داشتم یه مقداری فکر میکنم که مشکلات خودمونو روی این پسر خالی میکردیم و الان که بزرگ شده، هرچند که توی بچگی هم بیش فعال بود، دوران دبستان و راهنمایی و با دردسر و دبیرستان و گذرون. سوالتون چیه خانم؟ سوالتون چیه؟ سوالم اینه که الان باهاش خیلی مشکل داریم. مدتی هم هست که از خونه رفته بیرون، بابا باش مرتب بحث میکنه، با من بحث میکنه، با هممون تو خونه مشکل داره و این میگه بذاری من آزاد باشم. من تمام استیدیای شما رو گرفتم، تمامم گوش دادم. اون از نوع تیپ شخصیتی هفته که شما گفتین که همش خوش باشی میخواد باشه. بی هدف نداره تو زندگیش. مشکلات ما باهاش خیلی زیاده. هزینه زندگیشو کی میده؟ خودمون میدیم. خیلی خوب، شما بچه ای رو که میگه بذار من خودم باشم، به حال خودم منو بذار و 24 سالشه، باید بگید که شما هزینه زندگی او رو تأمین میکنید در حالی که او آینده سازی کنه. اگر قراره که او به حال خودش باشه و خوشگذرونی کنه، بهترین کار اینه که او هزینه خوشگذرونی و زندگی آزاد خودش رو خودش تأمین کنه. به این ترتیبه که او مسئولیت رو احساس خواهد کرد و مسئولیت به او محدودیت خواهد داد، به دلیل اینکه وقتی پول مجانی تو دست ما بذارن، البته جوونم باشیم بیخیالم باشیم یه خوردم اضطراب داشته باشیم، میخوایم بریم دنبال خوشگذرونی. بنابراین امتیازات او رو برای آینده سازی حفظ کنید، برای خوشگذرونی بگذارید که خودش مسئول زندگی خودش باشه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید خانم. دوست داشتم اگه امکان داره یه روانشناس خوب که با تینیجر کار کنه یا در همین شهر لس آنجلس اگه معرفی کنیم. بله، خانم دکتر مونیکا شهبازنیا مونیکا شهبازنیا که نیمه ایرانی نیمه آمریکایی هستند، از همشاگردی های نیلوفر هست و در بیورلی هیلز هم مطب داره. من شمارهشون رو ندارم، ولیکن اگر به نیلوفر ایمیل بزنید، نلی فرنودی هاتمیل، او به شما تلفن دکتر شهبازنیا رو، مونیکا شهبازنیا رو میدن. اینها کسانی هستن که تخصص کودکان دارن. بفرمایید، با شما هستم. الو. بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. الو. بفرمایید. الو، سلام خانم دکتر. بفرمایید. خسته نباشید. مرسی. از ایران تماس میگیرم خدمتتون. بفرمایید آقا. بفرمایید. الو، سلام خانم دکتر. که یه هی آقا میشین خانم میشین، نمیدونم چی میشه. نه، من تلفنم با شما صحبت میکردم قطع شد. آها، بفرمایید. گفتم در مورد پسرم صحبت میکردم. خب من سوال شما رو پاسخ دادم. من همون پاسخی که به شما دادم. الو. بله بفرمایید. همون پاسخی که دادم. الو. بفرمایید. من پاسخ شما رو دادم. بفرمایید. سلام. بفرمایید قربون. الو. سلام خانم دکتر. سلام خانم، بفرمایید. من چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه‌م نمونده. بفرمایید. خواهش می‌کنم، من سعی می‌کنم که هر زمان خیلی کوتاه خدمتتون بگم. بفرمایید. خانم دکتر، من یه مشکلی که دارم اینه که خودم بعد از مدت‌ها متوجه شدم که من یک شخصیت مهطلب دارم. و قبل از اون فکر می‌کردم که یه آدم خیلی اخلاقی و وجدانی هستم. بعد از مدت مطالعه و حالا مشاوره متوجه شدم که شخصیت مهطلب دارم. بعد من خواهری دارم که احساس میکنم شخصیت خودشیفته‌ای داره و بسیار پرخاشگره و ما رابطمون هیچ جوری با هم نمیتونه بجوشه، به خاطر اینکه ایشون اصلا هیچ احترامی برای من قائل نمیشه، همیشه میخواد حرف خودش رو بزنه و
به علت اون نیاز عاطفی هم که همیشه به من داره و من هم شاید متقابلم با اون، هر از گاهی یک مشکلات خیلی عمده‌ای برای هم ایجاد میکنیم و مجددا این رابطه دوباره جوش میخوره. من میخواستم ببینم چه باید کرد. بله، بهترین کار اینه که شما برید تراپی. و بله من تراپی میرم ولی نمیدونم با این رابطه چه نه 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 خب این یه تراپی باید به شما کمکی بکنه که شما مرزبندی های درست خودت رو یاد بگیرید. یعنی مهم نیست که خواهر شما خودشیفته یا پرخاشجوه، مهم اینه که شما وقتی با چنین آدمی زندگی میکنید یا رابطه دارید کجا باید او رو براش باوندری ست کنید. یعنی کجا باید این مسئله اتچمنت و سپریشن و اینتگریشن و پاور که من امروز مطرح کردم که تو کلاس فردا شب چهارشنبه شب من این کلاس این مطالب رو باز میکنم، دقیقا همینه که ما باید بدونیم کجا حقوق ما تمام میشه و حقوق دیگری آغاز میشه و به طرف مقابل هم همین جوری برخورد کنیم، کجا حقوق او پایان میگیره و حقوق ما آغاز میشه. ما نه تجاوز میکنیم نه اجازه میدیم به ما تجاوز بکنن. به من اشاره میکنم برنامه ما تمام شد. من باید از شما عزیزانی که روی خطوط هستید عذرخواهی کنم. فقط این کلاسایی که میفرمایید دارید ما چطوری میتونیم بهشون دسترسی؟ بله من از خدا میخوام اینو تکرار بکنم. من دو سه راهی وجود داره که بودجه های آموزشی ما تقویت بشه که این کلاس ها زنده در همه دنیا پخش بشه. یکیش خرید سی دی هاست که روی این سایت من برید و سی دی ها رو بخرید. دوم عضو این سایت بشید، یک سالش 50 دلار، بیشتر از 50 تا سی دی هم گوش میدید، یعنی سی دی 1 دلار هم اگر قرار باشه، اگر عضو بشید و اگر سی دی ها رو بخرید اون وقت به من قول دادن اینها میتونن کلاس ها رو زنده برای همه جا پخش کنن. و حقیقتا این کلاس هایی که من درس میدم کلاس هایی که هزینه بسیاری براش خودم صرف میکنم، از آخرین مطالب علمی میآموزم که از طریق خودم به فارسی به شما دوستان به اصطلاح بیاموزانم، واژه هام هم یادم رفته، ولی بعضی از خلاصه ها و مقاله ها رو من رو فیسبوک میذارم که هیچ هزینه ای نداره. فیسبوک منم DR دکتر نهزت NEHZAT فرنودی، بدون هزینه میتونید تمام مقاله ها و مصاحبه ها رو ببینید. راجع به این چهار موضوع هم فردا شب خواهش میکنم که تو کلاس چند دقیقش رو ضبط کنم و رو فیسبوک بذارن. دوستان عزیزان یاران، از شمایی که به برنامه توجه دارید سپاسگزارم. خواهش میکنم از شمایی که به برنامه توجه کردید سپاسگزارم. از آنهایی که با جهل و نادانی و غرض تلاش میکنن وقت شما عزیزان رو به اشکالی بگیرن، تقاضا میکنم که کمی بیشتر فکر کنن و ارزش زندگی رو دوباره ارزیابی کنند. به امید آزادی ایران، روز و روزگار به شما عزیزان خوش. در اندرون من خست دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز سمینارهای دکتر فرنودی تقدیم میکند الفبای پدری و مادری، اصول زناشویی و گزینش همسر، تیپ‌های شخصیتی، اعتماد به نفس و حرمت ذات، از خودشیفتگی تا عشق و صمیمیت، رهایی از افسردگی و استراب. شما و نوجوانان، هفت شهر عشق. برای تهیه با کردیت کارت به وبسایت www.drfarnoodi.com و یا با تلفن های 310-701-4411 و 310-967-8180 تماس بگیرید. چنانچه عازم تورنتو کانادا هستید، هتل و مهمانسراهای مریم همواره منتظر استقبال گرم از شما خواهند بود.
مهمان نوازی سنت دیرینه ماست. هتل و مهمانسراهای مریم بالهای خسته سفر را با آسایش خیش می‌خواند. اقامتی راحت و آسوده را در هتل و مهمانسراهای مریم تجربه کنید. ویلا، سویت‌های مبله، آپارتمان‌های لوکس مجهز و سرویس رفت و آمد فرودگاهی. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 416-850-6666 تماس حاصل فرمایید و یا به آژانس مسافرتی خود مراجعه نمایید. maryamhotel.ca. Silk Sea Health and Beauty Clinic به مدیریت آرزو حاتمی، متخصص استوپاتی و طب سوزنی. خدمات زیبایی سیلک سی، از بین بردن موهای زائد و رگ‌های وارسی توسط جدیدترین دستگاه لیزر، لایه برداری پوست، مایکرو درمابریژن، بازسازی و شادابی پوست، فوتو ریجوونیشن، لاغری موضعی و تناسب اندام، لیموسل سلولایت ریموبال. خدمات درمانی سیلک سی، طب سوزنی، استوپاتی، کاریوپراکتیک، ماساژ تراپی. سفارش کفش‌های طبی و کفی و جوراب‌های واریس پذیرفته می‌شود. در سیلک سی مشاوره رایگان و انواع بیمه‌ها مورد قبول می‌باشد. کلینیک سیلک سی واقع در 10148 خیابان یانگ، شمال میجر مکنزی. تلفن 905 770 78 69.